بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان محترم در خدمت شما عزیزا قرار دارم با سیومین درس از کیمیای صنف هفتم ما و شما در درس روز گذشته در مورد تمرینات فصل سوم یعنی در, بخش در درس بیست و نوم بخش اول تمرینات فصل سوم صنف هفت را کار کردیم از اینکه تمرینات بسیار زیاد بود در یک درس خلاص نمیشد ما و شما بخش دومش آوردیم در, در درس سیوم در این درس ادامه اونمو موضوعاتی را که با همدیگه مانده بود میایم و اونا را کار میکنیم در اینجا ما و شما از بخش سوالات تشریحی بر ما و شما رسیده در اینجا آمده گفته در مورد معادلات کیمیایی معلومات بدهید خب معادله را میتونین تعریف کنین در قدم اول مجموعه سمبول ها و فرمول های شامل یک تعامل کیمیایی است و میتونین بگین به صورت سمبولیک هم میتونین معادله را نوشته کنیم به صورت حروفی هم میتونیم که بنویسیم به نعنی میشه موردش معلومات انواع تعاملات را نام گرفته تعامل تعویزی را با یک معادله واضح سازید خب ما و شما گفته بودیم انواع تعاملات قسمی است که به صورت کل تقسیم بندی میشن به چهار بخش مکمل ما تعاملات را به چهار بخش تقسیم بندی کرده بودیم تعاملات جمعی بود یک بخشش بخش دیگهش تعاملات تجزیوی بود تعاملات احتراقی بود و در نهایت تعاملات تعویزی بود چون در اینجا بر ما گفته شما تعاملات تعویزی رو بیاین بگین تعاملات تعویزی رو در حقیقت گفته بودیم و تعامل گفته میشه که یک انصر فعال جای انصر کمتر فعال را میتونه بیایه بگیره به طور نمونه اگر ما داشته باشیم پوتاشیم و اینجا داشته باشیم هایدروژن کلوراید هایدروژن با پوتاشیم میتونه پوتاشیم جای هایدروژن در بگیره چرا که ای هست فعالتر و ای هست کمتر فعال هر دو هم گروپ هست هم گروپ ها جای یکی دیگر میتونه بگیره یا هم مدل ها یا هم جنس ها هم جنس ها چه قسم چارج از مثبت است یا مثبت است این منفی است چارج هم نوعش یعنی اما مثبت خود را میتونه به جای کنه در صورتی که فعال تر باشه میتونه جایش رو بگیره پوتاشیم کلوراید این مثبت یک است منفی یک است خونسا میشن زریب هم کار نداره جمع هیدروژن یک دانه هیدروژن ما با یک هیدروژن دیگه یک جای میشه دو دانه میسازه پس این میشه معادله از او خب بیستومین سوال ما در مورد همین موضوع معادلات بود موضوع بعدی که داریم تعاملات جمعی را گفته شما بیاین و توضیح بدین تعاملات جمعی و تعاملاتی گفته میشه که از چندین ماده اولیه فقط یک دانه محصول ساخته شود ما میتونیم دو تا ماده اولیه یا بیشتر از دو تا ماده اولیه داشته باشیم اما محصول ما فقط باید یک دانه باشه موضوع بعدی یا سوال 22 توزین اینی معادلات هست که دانه دانه با هم دیگه میاییم توزین نشان اما اونایی که مشابه هست اونا رو میمونیم شما من حیث کارخانگی تان بیاین با هم دیگه تمرین کنین شه اولین معادله که ما و شما دا اونجا داریم هست پوتاشیم کلورید پوتاشیم کلورید تبدیل شده به پوتاشیم کلوراید به همراه اکسیژن شما اگر بخواین که این معادله را توزین کنین باید امو تکنیکایی که با هم دیگه گفته بودیم تا وقت فراموش تون نشه بیاین مربعات فرضی رو در نظر بگیرین فقط یگانه جایی که اجازه دارین ضریب باین همین مربعات فرضی هست خب ما یک انصر داریم که ذریبش تاق است انصر دیگه عین انصر ذریب جفت داره یک جفت و تاق میکنیم یعنی چی ذریب او رو میاریم برای ازی فقط در اینجا اجازه داریم بانم میمونیم ضریب سه میبریم برای اکسیژن فقط در داخل مربع اجازه داریم بانم زریب میمونیم سه ضرب دو میشه شش سه ضرب دو شده شش در این جمع دو زرب سه میشه شش خب حال میمان نوبت پوتاشیم کلوراید پوتاشیم ما در اینجا دو هست در این حال دو مربوط کلورین هم میشه یک دانه دو که اینجا بانیم مشکل ازی حل میشه بنابراین. دو دانه پوتاشیم کلورید دو دانه پوتاشیم کلورید سه دانه اکسیژن این معادله شد توزین معادله بعدی که ما و شما در اینجا داریم معادله بعدی را شما میتونین بیاین ببینین سلفوری کسید است سلفوری کسید در حقیقت تیزاب گوگرد است تیزاب گوگرد همون تیزابی است که در بطری موتر مندازن و همراه سودی هم ایره یک جایی کردن سودیم سلفیت و هیدروژن را بر ما و شما ساخته خوبی معادله با وجودی که قیافتا خیلی سخت معلوم میشه اما بسیار ساده توزین میشه ببینید میریم با هم را توزین میکنیم گفتیم سلفوریک اسید با همراه سودیم بر ما ساخته سودیم سلفیت و هیدروژن خب در این جمع و شما فقط یگانه جایی که اجازه داریم ضریب بانیم اینمی مربعات است در داخل همین مربعات ما و شما میتونیم بیایم و زراعی به خود را بانیم ببینیم در این دو دانه هایدروژن داریم در سمت ما و شما اگه بیایم ببینیم دو دانه هایدروژن داریم بناهن اینا هر دوش تعدادش با هم دیگه مشکل نداره یک دانه سلفر در اینجا داریم در اینجا هم یک دانه سلفر داریم این مشکل نداره چهار دانه اکسیژن در اینجا داریم اینجا هم چهار تا اکسیژن داریم هیچ مشکلی نداره یک دانه سودیم داریم دو دانه سودیم داریم یگانه کاری که ما و شما باید انجام بدیم این است که یک دانه یک دو اینجا بونیم دیگه این معادله شد توزیع دیگه مربعات ضریب نداره اگر خواستین خودتان ضریب بدین ضرایب شه. یک در نظر میگیرین سومین معادله اگر سومین معادله رو بیاین ببینیم خب این یک معادله ای هست که نسبتا جالب تر هست و ام میتونیم با یک تکنیک های خاصتر بیایم میره کار کنیم لیتیم همراه فاسفوریک اسید تعامل کرده لیتیم, فاسفوریت با همراه هایدروجن را ساخته بیایی میره بنویسیم و با هم دیگه کنیم لیتیم جمع فاسفوریک اسید بر ما میسازه لیتیم فاسفیت جمع هایدروژن. جایی که ما اجازه داریم ذریب بانیم فقط داخل اینمی مربعاتی است که ما در اینجا میاییم و با هم دیگر در نظر میگیریم این مربعات کاملا فرضی هستند خب ببینید بسیار ساده و بسیار آسان است فقط اگر لیتیم رو در نظر بگیریم در قدم اول ذریبی ازی هست هز یک 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 عدد تاق است اینجا لیتیم هست سه سه باز هم یک عدد طاق است ببین تاق تاق اگر رو در نظر بگیریم اینجا ذریبش از سه سه یک عدد طاق است اگر در اون سمت معادله در نظر بگیریم ذریبش از دو دو جفت است اینی از عدد تاق او طرفش از عدد جفت حال ما و شما میتونیم که جفت تاق کنیم یه. سه از میبریم میمونیم برای از اینجا و دور میاریم میمونیم برای از اینجا ساده ترین راه همیشه نمی جفت و است بناهن شش تا هایدروژن شده در او سمت ما و شما داریم شش دانه هایدروژن دو دانه فسفر از ده اینجا شد دو دانه پی ده اینجا ما یک دانه پی داریم خب یک دانه دو هم اینجا میمونیم دو ضرب این از شده هشت دانه هایدروژن اینجا هم دور که ضرب کنیم هایدروژن ها میشه هشت دانه خب این دو مربوط لیتی همچنان میشه پس دو ضرب این از ای سه میشه ببینید همیشه این عدد ضرب از این عدد میشه به صورت علایده 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 علایده, علایده. جداگانه جداگانه هر کدامش ضرب میشه دو ضرب سه میشه شش اینجا ما و شما لیتیم اصلا نه یعنی یک از ذری یک دانه شش در اینجا میمانیم بناهن یعنی معادله ما و شما هم شد توزین. چهارمین معادله اگر در اینجا بیاین ببینین مگنیزیم هم همراه نایتروژن است ساختم مگنیزیم نایتراید این بسیار ساده بسیار آسان توزین میشه میتونین که خودتان توزین کنین فقط در اینجا ببینین دو تا نایتروژن داریم دو تا این مشکل نداره مگنیزیم ما یک دانه است اینجا سه است فقط این سر میمانیم اینجا یه مگنیزیم میشه سه دانه و این دیگه توزین شده بناهن ایره من نمیخوایم دویجه بنویسم میرم به معادله بعدی کاربون سلفاید یا کاربون دای سلفاید ببخشیم. کاربون دای سلفاید همراه اکسیژن است کاربون دای اکساید و سلفر دای اکساید را ساخته این را میریم با همدیگه در تخته نوشته میکنیم تا اینکه که بتانیم بهتر یاد بگیریم میشه کاربون دای سلفاید به همراه اکسیژن میسوزانه میشه بر ما میساز کاربون دای اکساید جمع سلفر دای اکساید اگر خواسته باشیم که ایره ما و شما توزین کنیم اما مربعات فرضی برای کلش از یک سر در نظر میگیریم تا که ما خوب مطمئن شیم که دیگه اشتباه نمی کنیم این مربعات رو در نظر میگیریم حالا از یک سمت هم میتونین توزین شروع کنین که اید پشت انصار بیشتر هست نگردین اگه ما از اکسیژن بخوایم شروع کنم یک مشکل پیش میاد خودم گیج میشم گنگس میشم برای از اینکه در این طرف در دو جای اکسیژن است خیلی بهتر از است که از سلفر شروع کنم یا از مثلا کربن شروع کنم که نه یک یک دانه هستن خب یک دانه کربن در دا اینجا دارم در دا اینجا هم یک دانه دارم این مشکل نداره دو دانه سلفر در اینجا دارم اما در دا این سمت من یک دانه سلفر دارم بناهن یک دانه یک ذریب دو برش در اینجا میمانم دو تا شد حالا نوبت به اکسیژن میرسه اکسیژن ها در سمت بیشتر از دیگه مطمئن هستیم دو تا اینجا است دو ضرب چار یعنی چار دانه ها و جمعت دو دانه شش دانه هست اینجا دو دانه است شما همون شش را تقسیم نزی تعداد ازی این ضریب ای بدست میاد دیگه شش تقسیم دو میشه سه اینجا بانیم سه این معادله شد توزین دیگه این مربعات دیگه ضریب اصلا نداشتن اگر بریم به سمت معادله بعدی ما و شما در معادله بعدی یک معادله که بسیار ساده داریم در این معادله ساده ما ضرور نیست که بیایم توزین کنم هم با هیدروژن است پوتاشیم هایدراید ساخته خودتان میتونین توزینش کنین در اینجا هم لیتیم با اکسیژن هست که این هم یک معادله ساده است شما خودتان میتونین توزین کنین از این بعد ببینین هر قدری که معادلات از تمامش معادلات است که ما قبلا در درس ها کار کردیم توضیحش را و مشابهش را هم دو سیدانه که کار کردیم بناهن از متباقیش ما و شما میگذاریم میریم به سمت موضوعات بعدی که در اینجا بوده ببینین گفته معادله تعامل گاز کلورین و گاز هایدروجن را که گاز هایدروجن کلوراید را می سازد تحریر نمایید یعنی ما و شما باید بیاییم گاز هایدروجن است با گاز کلورین بسیار راحت اینه گاز هایدروجن جمع گاز کلورین بر ما و شما می سازد هایدروجن کلوراید این میشه معادلش می این میره به صورت تحریری حروفی هم بنویسیم یعنی نوشته کنیم هایدروژن جمع کلورین برای ما و شما می سازه ها. هایدروژن کلوراید به صورت سمبولیک یا به صورت حروفی میتونیم بنویسیم معادله بعدی که ما و شما در اینجا داریم یا سوال بعدی معادله تعامل تعویزی هایدروژن را از آب توسط سودیم تحریر دارید سودیم می فهمیم که هایدروژن را در آب تعویز کنه معادلهش به این ترتیب میشه که سودیم جمع آب و سودیم جمع آب یک دانه از این هایدروژن ها به جای کنه میتونه جایش بگیره سودیم هایدروکساید به همراه هایدروژن آزاد شود هایدروژن از جمله هفت عنصر دو اتمیست است بنابراین در اینجا یک دانه گذری به دو مجبور هستیم که بانه. سوال بعدی ما و شما در اینجا گفته سوال 26 م گفتم معادله تا... 25 م معادله تعامل تجزیهوی پوتاشیم کلورید را از آن پوتاشیم کلوراید و اکسیژن تولید میشه تحریر کنین خب ما این را اولین معادله را که کردیم همی بود اولین معادله را که کردیم همین معادله بود همین حالا که در می درس شروع کردیم این بود معادله تعامل اکساید سیماب رو اینی ای گفته نوشتهش کنین به صورت سمبولیک باید نوشته کنین اکساید سیماب تجزیه شده سیماب و اکسیژن رو ساخته خب اگه بخوایم با هم دیگه نوشتهش کنیم به این ترتیب میشه که اکساید سیماب است اکساید سیماب این حرارت میتن حرارت دادن سیمابش جدا میشه اکسیژنش جدا میشه به این ترتیب میتونیم که تجزیه کنیم خب در این جا ما و شما یک دو یک مثال دیگه هم داریم که در معادله تحریری و سمبولیک زیل اتم کدام انصر به جا شده جست همراه مس کلوراید است جست همراه مس کلوراید است اگر این سم ببینیم مس به جای شده جست جای کلورین را آمده گرفته بنابراین مس به جای شده و در این جا اگه دقت کنیم هایدروژن آمده با سودیم در اینجا جایش تبدیل شده هیدروژن به جای سودیم آمده سودیم به جای رفته خب ما در نهایت یک دانه چارت دیگه داریم در اینجا در این چارت ای دیگه بسیار ساده است شما فقط اینی شماره ها را میخوانین ببینین علامه اختصاری نام لاتین عناصر خانه خالی است تجزیوی است، احتراقی است، تعویزی است، ایل است، تحریری حروفی است سمبول است، ببین سمبول است دیگه علامه اختصاری نام لاتین عناصر سمبول است شما همی 28 در این پیش روی از این نوشتم میکنید فقط همه قدر کار را ارائه معادله به حروف معادله خب معادله تحریری حروفی است سمبول المونیم ال است علا... تعاملاتی که در آن یک یا چند اتم جای یک یا چند اتم دیگر در مرکب اشغال میکنه تعامل تعویزی میشه تعویز میتونه کنه سوختن کاربون یک نوع تعامل احتراقی از این شماره رو میتونید یه نوشته کنید غذا در میده یک تعامل تجزیوی است مج... کتله مجموع مواد تعامل کننده مساعی و مجموع کتله های محصول است این میشه قانون بقای ماده اگر تعداد اتم های محصول تعامل و مواد تعامل کننده با هم مساعی باشه معادله رو میگن معادله توزین شده و سودیم با اکسیژن تعامل میکنه بر ما میسازه سودیم اکساید و در نهایت آب یک مرکب است و سمبول سیلیکان هم اس آی هست خب دانش آموزان عزیز من به صورت سری سری اینا رو گفتم چون نسبتا ساده بودن میتونستین که شما هم یادشان بگیرین به یه اساس و ختم درس سیوم رسیدیم تمرینات کلا خلاص شد امیدوار هستم که فهمیده باشین تا دیدار بعد که در خدمت شما ازا قرار میگیرم همگیتان رو یک یکتا میسپارم